جنگان عزیز با دوستان و شیفتگان دنیای توپ جهر. سلام به شما، میریم که داشته باشیم دیدار دو تیم قدرتمند دوگر در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های دنیا. امروز ساحران و جادوگران فوتبال گرد هم اومدن تا یک بازی دیدنی رو به نمایش بگذارن. راه پوستان آرژانتینی، بله راه پوستان آرژانتینی، ستارگان بی همانند فوتبال، 11 مرد کوچک با سایه‌های بزرگ در گستره فوتبال، در جام‌های آینده از این مردان بسیار خواهیم شنید. بله، آرژانتین محبوب قلب‌ها، ببخشید سلطان قلب‌ها، یادآور بزرگ فوتبال مردان جامعه مدنی، مهدی با نام دیگو آرماندو مارادونا نژاد، چهره ناپذیر خاطرات من. و ما در طرف دیگر میدان فکر می‌کنم لازم توضیح نیست که باباهای این بلژیکان یا نمی‌تونن در برابر بابا دیگو ما حرفی بزنن. یک پاس رو به جلو برای مسی که اگه واسه شما مسیه واسه من طلاییه، اون یه لاییه، طلاییه. بله نگاه کنید چهره جدید این میدان خون سباستین برون، اجده بدید از سمت راستی سانتر زیبا و ضربه سر سافیولا که همون سافیولا خودمونه. بله و گل برای جندولا، گل برای هزبولا و گل برای آرژانتین. خرابتم کمنتم، بله در یک کلام بدون تو هرگز، با تو هم اصلا فکرشو نکن. آرژانتین دونت کرای فور می آرژانتینا، آرژانتینا. بله و حالا شما دقایقی برید که داشته باشید. همین الان گابریل اومد باتیستوتا با من تماس گرفته و کار فوری داره. من برمیگردم الو منو توی چی؟ دادگاه؟ قاضی آرژانتینی؟ باش نه تو بحث اکبر داشته. بله و آرژانتین کشکت رو به ساب آرژانتین صحبت در کنگه پایین این صحبت ها دست تو بده پایین. بله من همونطور که داشتم میگفتم حرف جدیدی در مورد آرژانتین ندارم، حرف قدیمی چشم تو بسا. بله شیاطین سرخپوش بلژیک فرشتگان رویاهای منند و حالا آرژانتین منحوس به کلوب استکباری ها پیوسته و برادران بلژیکی من لفه کودان آمادن تا با عملیات استشادی دروازه حدیف رو به موسک دلتال ببندن. فوتبال بلژیک فوتبال نوینیه، نگاه کنید بلژیکا گوشه میدان، کنار میدان، وسط میدان، همه جا هستن، نه فقط این میدان بلکه میدان قزوین، سراحی گمرک، زیر گذر لوتی صالح و همه جا هست در کنار قبر همکار مرحومم غلام قیامی. نگاه کنید بلژیکا هر موقع پا به تو میشن صورت آرژانتینی ها جوش میزنه. بله چه خوب جوش میزنه. بله باری کلا. بله دود 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 بلژیک، دود 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 بلژیک، دود 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 بلژیک. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. بله از تشویق و هیجانات زود گذر فوتبال که بگذاریم، باید بگم که بازی این دیدار حساس اگه واقعا داور باشه باید همینجا هاتو دستگیری 11 مرد آرژانتینی و علاوه نیمکت نشینان، سرمربی، هواداران، تو جمع‌کن‌ها و تمام آرژانتین‌ها رو به خصوص بقاهای اکبر ما رو صادر کنه و همشون رو تحویل قاضی مرتضوی ملی پوش خوش اخلاق و خوش نشوش ما بکنه. این حرف آخر من بود. حالا برمیگردیم به بازی، یعنی شما برگردید به بازی تا من همین الان سرمربی بلژیک فومان در تماسی که میخواد وضعیت تیم رو به اطلاع من برسونه. الو ناصر توی؟ نه الان که چیا کنیم دیگه؟ بلژیک رو بازی کنیم؟ نه گروه سه؟ هم؟ سنا؟ چیا؟ نه یه نیمه مقرد نداره دنیا مثل تو گرده گرده برو. خب بینندگان عزیز شما اصلا برای چی دارید این بازی رو نگاه میکنید؟ این بازی که هر دو طرفش در طرف استکبار جهانی هست، این بازی کجا دیدن داره؟ دست بخشتون رو بگیرید برید نماز جمعه، یه توپان ببرید اونجا، بعد از خطبه های اول نماز جمعه شوتی ضعف بازی کنید. همونطور که گفتم بلژیک تیمی نبود که لیاقت داشته باشه من براش گلوم و پاره کنم. ما این بازی رو در وقت‌های اضافه و در استادیوم‌های شلوغ و پرهیاهوی بغداد و لبنان به نتیجه خواهیم رسید و کاف رو به سینه می‌بریم. اما اگر امروز در میانه میدان کسی حرفی برای گفتن داشته باشه، اون کسی نیست غیر از داور منصف به نام و کارکشته این میدان. همونطور که گفتم اجازه بدید من ببینم این داور کجایی هست. بله نروژی به رغم وجود این داور دورو در گرفتن خطاها و دادن کارت قرمز بازی ادامه داره. این داور خودش باید در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه بشه. اگر این داور پسمن کیم برشون این بازی رو ببرن، همه توش تروریست از آب در اومدن. بله نگاه میکنید و شما برگردید به بازی، من هم برمیگردم به هیبت اصلی خودم. حالا که اینطور شد
فوتبال هم مثل شطرنج حرام هست. امام رفت، حالا فقط مرشی تماشاشی نما موندن که اونها هم الان حل و فصلشون میکنن. بله الو 110